خواهش میکنم، محبت دارید. خب مثل این که میخوام از دومی شروع کنیم، یعنی از دومی ببینیم که دومی فیلمتون، برای اینکه اسم جالبی بود، از سفره مردم ایران، یعنی از غذای مردم ایران گرفتن دادن به مردمی که هیچ فایده برای ما ندارن. روزی که ببخشید پولشون رو قطع کنن دشمن ما میشن. امیدوارم درست گفته باشم. بله کاملا درسته. من توضیح بدم، این از مجموعه فیلم هایی که در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی و سیاست های منطقه‌ای که قبل از اونم چند فیلم دیگه بوده، ولی این سری جدید در مورد حزب اللهه. خب اهمیتش چیه؟ اهمیتش یکی این که در شرایط کنونی که میبینیم جمهوری اسلامی تا چه میزان در سوریه درگیر شده، در عراق درگیر شده، در لبنان حضور جدی داره و کلن سیاست های منطقه‌ایش چقدر براش هزینه میکنه، باید این رو ما ایرانی ها این رو واقعا درک بکنیم که چه رابطه با منافع ملی ما داره، چه تأثیری بر زندگی ما داره. ما در مورد برنامه هسته‌ای دیدیم که متاسفانه سکوت کردیم و چه ضرر هنگفتی به ملت ایران خورده و هنوزم ادامه داره. این سیاست های منطقه‌ای هم همونطوره. حالا در مورد حزب الله مهم اینه که مهمترین ابزار جمهوری اسلامی در پیشبرد سیاست های منطقه‌ایش بوده. طی 34 سال گذشته، 32 سال 1982 تا کنون، یعنی 33 سال پیش که اینو تأسیس کردن، حزب الله مهمترین بازوی پیشبرنده برنامه های منطقه جمهوری اسلامی. در قسمت اول که حالا بعدا خواهیم دید، من نحوه تشکیل حزب الله رو از سازمان عمل که موسی صدر راه انداخت سالها قبل از انقلاب ایران، بعد موسی صدر توسط قذافی کشته شد، بعد سپاه پاسداران رفت در لبنان، از باقی مانده عمل یارگیری کرد و تونستن حزب الله تشکیل بدن و رابطه ایدئولوژیک حزب الله با جمهوری اسلامی رو که خودشون رو مطیع کامل ولی فقیه میدونن و میگن ما تلاش میکنیم یه جمهوری اسلامی بزرگ در خاورمیانه ایجاد بشه که لبنان هم بخشی از اون باشه، رهبریش هم با ولی فقیه باشه. این در قسمت اول. قسمت دوم که اتفاقا خیلی به امروز ما میخوره، من اومدم با تکیه بر حرفای خودشون، فیلمهای خودشون، گزارشات و مستندات خودشون، بخش کوچکی از هزینه‌ای که اینها برای نگهداری حزب الله لبنان میکنن رو نشون بدم. یعنی میلیاردها دلاری که جیب مردم ایران خرج میکنن، که خب طبیعتاً هر ایرانی باید بپرسه برای چی، منافع ملی ما کجاست که چند هزار کیلومتر اون طرف‌تر از ایران برن در یک کشوری که 30% فقط شیعیان هستن یه حزب الله درست بکنن که چی، در مقابل اسرائیل مثلا یه نیرو اونجا داشته باشن. حالا تو این شرایط ببینید، امروز جناب کاردان فکر کنم دیروز بعد رئیس جمهور همین رژیم روحانی گفته که ما در بدترین شرایط اقتصادی هست، خودش گفته در این 30 چند سال به این بدی نبوده، درآمدمون اومده پایین، بحران داریم. همین امروز در حضور خبرنگاران اینا اومدن تأسیسات موشکی زیرزمینیشون رو به رخ جهان کشیدن که میلیاردها دلار براش خرج کرده. ببینید این همچه حکومتیه که در این حال که رئیس جمهورش میاد از گرسنگی و فقر مردم صحبت میکنه و دلیل میاره که وضعمون خرابه، در این حال میان موشکهاشون رو و تأسیسات میلیاردیشون رو به رخ جهان میکشن. امروز مشاور عالی سازمان محیط زیست خود این حکومت گفته که تا 15 سال دیگه ایران اگر به همین ترتیب پیش بره به کبیر تبدیل میشه، چون آبی دیگه در کاری. ببینید ما به همچین مملکتی داریم و اینجاست که هموطنان نگاه بکنن ببینن که در حالی که مردم ایران در فقر و فلاکت هستن، در ایران میان دارو نیست، بعد میندازن گردن تحریما، میگن آمریکا تحریم کرده دارو نیست. ببینیم در لبنان چندین بیمارستان بزرگ و کاملا مجهز فقط در بیروت دارن، برای هزاران نفر خانه تعمیر میکنن در سال، اصلا حیرت آوره. و مهمتر از همه در این گزارش که خواهیم دید در بخش دوم همین گزارش میبینیم که در سال 2006 جنگی که به
به دستور خامنه ای حزب الله را انداخت و لبنان نابود شد، اینا چطور برای بازسازی لبنان، بازسازی خرابی های لبنان چطور خرج میکنن میلیاردها دلار که هنوز هیچ کس در ایران جرأت نداره بگه چقدر خرج این شده. میلیاردها دلار برای بازسازی کامل لبنان خرج کردن که بیان نگاه بکنن که خرمشهری که 30 چند سال میدونی که خرابی خرمشهر و آزادیش در همون موقع اتفاق افتاد، 2 ماه قبل از تأسیس حزب الله لبنان را افتاد. حالا ببینید خرمشهر در چه وضعیه و ببینیم لبنان رو اینها چطور کردن، اون وقت ما درک درستی از این رژیم و از این جمهوری اسلامی به دست میاریم. امیدوارم این فیلم کمکی باشه برای درک بهتر هموطنان از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و ماهیت این رژیمی که مملکتمون رو به این خاک سیاه نشونده. ممنونم از لطف و محبتتون. میریم به تماشای از سفره مردم ایران، فیلمی رو که آقای حسن دایی در مورد لبنان و کمک‌هایی که جمهوری اسلامی به این منطقه می‌کنه، کمک‌هایی که بیشتر باید به مردم ایران برسه. بگذاریم با هم نگاه می‌کنیم. با تشکر از آقای حسن دایی. از مخارج سالانه حزب الله و میزان دقیق آن اطلاعی در دست نیست، اما میتوان حد زد که هزینه یک ارتش با 15,000 عضو، شبکه رسانه‌ای، ایجاد شغل و حقوق و اعضا و ارائه سیستم خدمات اجتماعی گسترده بسیار هنگفت است که طبق نظر کارشناسان حداقل صدها میلیون دلار در سال میشود. بر طبق گزارشات اطلاعاتی غرب، رژیم ایران سالانه نزدیک به 200 میلیون دلار به طور ثابت به حزب الله کمک میکند. به این میزان باید هزینه تأمین نیازهای نظامی ارتش حزب الله مثل موشک، سلاح و مهمات و هزینه شبکه بین‌المللی تروریسم و همچنین مخارج اردوگاه‌های نظامی حزب الله در سراسر منطقه برای آموزش گروه‌های مسلح شیعه و همچنین هزینه‌های پیش‌بینی نشده مثل بازسازی لبنان پس از جنگ با اسرائیل نیز باید اضافه کرد. یکی از مهمترین ابزار رژیم ایران برای نفوذ در لبنان و حفظ جایگاه حزب الله در این کشور، خرج میلیاردها دلار از جیب مردم ایران برای ایجاد بیمارستان، مدارس و ارائه خدمات گسترده اجتماعی و رفاهی به منظور جلب حمایت شیعیان و همچنین ساکت نگه داشتن بخش‌های دیگر جامعه لبنان است. کمک‌های اجتماعی و رفاهی و بهداشتی رژیم از 2 مسیر صورت می‌گیرند. یکی از طریق حزب الله است که خدمات اجتماعی خودش را عرضه می‌کند و دیگری از طریق کمیته امداد خمینی است که در لبنان بسیار فعال است و صدها میلیون دلار در این کشور خرج می‌کند. یکی از مهمترین سرویس‌های اجتماعی حزب الله ارائه یک بیمه بهداشتی مجانی شامل خدمات درمانی و دارو به طور کامل است که اعضا و شبکه هواداران حزب الله و همچنین خانواده‌های کم درآمد شیعه و سنی هوادار رژیم را تحت پوشش قرار می‌دهد. طبق آمار سال 2010، یعنی 5 سال پیش، حزب الله دارای 3 بیمارستان بسیار بزرگ، 12 درمانگاه، 20 مرکز درمانی کوچکتر و 20 مرکز دندانپزشکی است که از آن زمان تا کنون این شبکه درمانی گسترش یافته است. حزب الله دارای 2 بیمارستان کاملا مجهز در جنوب بیروت است که برای شبکه اعضا و هواداران و خانواده‌های آنان کاملا مجانی است. این بیمارستان که بهترین تجهیزات پزشکی و متخصصان را در اختیار دارد، برای طبقات کم درآمد لبنانی به ویژه شیعیان مجانی است و بقیه بیماران باید هزینه درمان خود را پرداخت کنند. اما هزینه درمان و دارو در بیمارستان‌های حزب الله بسیار ارزان‌تر از بقیه بیمارستان‌های لبنان است تا بدین ترتیب اقشار مختلف را به سیستم حزب الله جذب کنند. یکی دیگر از خدمات اجتماعی حزب الله شبکه آموزشی گسترده است که در لبنان به راه انداخته است که شامل مهد کودک تا دبیرستان و سپس هنرستان‌های صنعتی می‌شود. حزب الله دارای 10 مدرسه ابتدایی در سراسر لبنان است که در این مدارس
دانش آموزان که اغلب شیعه و بسیاری از آنان از خانواده های وابسته به حزب الله هستند با افکار و ایدئولوژی حزب الله و رژیم ایران آموزش داده می شوند که دشمنی با اسرائیل، جنگ با آمریکا و دفاع از ولایت فقیه بخش مهم آن است. کلاس های تعلیمات دینی عموماً توسط آخوندهایی که در ایران آموزش دیدند و مرید خامنه ای هستند تدریس می شوند. هدف رژیم از راه اندازی این مدارس تربیت نسل جدید و جوانی است که به ولایت فقیه و ایدئولوژی رژیم وفادار باشد و بتواند صفوف حزب الله را پر کند. حزب الله همچنین 35 کالج و هنرستان صنعتی در جنوب لبنان و مناطق شیعه نشین ایجاد کرده است. کمیته امداد خمینی که ستاد مرکزیش در تهران قرار دارد، فعالیت وسیعی در لبنان دارد و با ایجاد چند مرکز در این کشور، هزاران خانواده شیعه و هوادار رژیم را تحت پوشش رایگان مسکن، بهداشت و آموزش قرار می‌دهد و تا کنون صدها میلیون دلار در این کشور خرج کرده است. این یکی از فیلم‌های تبلیغاتی کمیته امداد است که فعالیت‌های سالانه‌اش را گزارش می‌کند. کمیته امداد برای خانواده‌های تحت پوشش مسکن مجانی فراهم می‌کند و در مجموع هزاران خانواده را صاحب مسکن کرده است. کمیته امداد کودکان تحت پوشش را در مدارس وابسته به خود به طور مجانی ثبت نام می‌کند و کلیه مخارج تحصیل، رفت و آمد و حتی لباس و غذای آنها را فراهم می‌کند. بسیاری از این دانش آموزان که از مناطق دورتر می‌آیند به طور کامل و به صورت مجانی در پانسیون هستند. کمیته امداد دارای هنرستان صنعتی و مراکز آموزش تخصصی نیز هست تا نوجوانان تحت آموزش قرار گیرند. کمیته امداد به خانواده‌های تحت پوشش کمک هزینه ماهانه مالی بلاعوض می‌دهد و در صورت نیاز وام بدون بهره نیز در اختیار آنان قرار می‌دهد. کمیته امداد مراکزی در سراسر لبنان دایر کرده که خانواده‌های تحت پوشش با مراجعه به آنان می‌توانند لباس، مواد غذایی و دیگر اقلام مورد نیاز خود را به صورت مجانی دریافت کنند. کمیته ما برای خانواده‌های تحت پوشش خود درمان و بهداشت کاملا رایگان فراهم می‌کند و آنها را در مراکز درمانی وابسته به خود که با آخرین تکنولوژی و تجهیزات پزشکی و بهترین پزشکان مجهز است تحت درمان قرار می‌دهد. کمیته امداد چندین مرکز نگهداری و سرپرستی از سالمندان ایجاد کرده است و با بهترین امکانات و پرسنل و بودجه کافی به خانواده‌های تحت پوشش خدمات ارائه می‌کند. کمیته امداد همچنین برای کودکان عقب افتاده نیز مراکز آموزشی و سرپرستی ایجاد کرده است. کمیته امداد چندین یتیمخانه نیز دایر کرده است و کودکان یتیم را به طور کامل تحت سرپرستی قرار می‌دهد. یکی دیگر از مؤسسات رژیم در لبنان جهاد سازندگی است که در سال 1988 تأسیس شد و به صورت رایگان کارهای عمرانی مثل لوله‌کشی، جاده‌سازی، کارهای کشاورزی را در مناطق شیعه نشین به ویژه در مناطق تحت تسلط حزب الله انجام می‌دهد. در سال 2005 حزب الله با حمایت سوریه، نخست وزیر محبوب لبنان رفیق حریری که سدی در مقابل نفوذ رژیم در این کشور بود را در یک عملیات بمبگذاری به قتل رساند و در نتیجه حزب الله در میان افکار عمومی لبنان در وضعیت دشواری قرار گرفت. یک سال بعد در 2006 حزب الله یک جنگ با اسرائیل به راه انداخت تا با ایجاد فضای جنگی و معرفی خودش به عنوان گروه مبارز ضد اسرائیلی بتواند آثار منفی نقش خود در قتل رفیق حریری را به فراموشی بسپارد. این جنگ که به جنگ تموز معروف است، 12 جولای 2006 با حمله نیروهای حزب الله به کاروان نظامی اسرائیل در داخل خاک اسرائیل و در منطقه مرزی شروع شد که طی آن حزب الله چند سرباز اسرائیلی را کشت و 2 نفر از آنان را اسیر کرد و با خود به لبنان برد. اسرائیل به صورت تمام عیار به لبنان حمله کرد و این جنگ 33 روز طول کشید. جنگی که باعث نابودی بخش‌های مهمی از لبنان شد و به ویژه جنوب لبنان را به ویرانه ای تبدیل کرد. در نتیجه از آنجا که حزب الله مسئول شروع جنگ بود، نزد افکار عمومی لبنان به شدت تحت فشار قرار گرفت.
یکی از اهداف اصلیشون این بود که حالا این مردم جنگ هم که هر وقت تموم شد بالاخره بیان بگن سر ویرانه‌ها چه کار باید بکنن و اینا فشار شدید رو علیه در واقع مخصوصا حزب الله خواهند آورد که مسبب اصلی این هست. رژیم ایران برای نجات حزب الله از این موقعیت دست به کار شد و با اعزام یک هیئت دولتی از تهران کلیه مخارج بازسازی لبنان که میلیاردها دلار میشد را به عهده گرفت. رژیم یکی از فرماندهان سپاه قدس به نام حسن شاطری که در لبنان به حسام خوشنویس معروف است را مسئول بازسازی لبنان کرد. بعد از حرب تموز 2006 با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور کشورمون و در صدر یک هیئت بلند پایه که به لبنان آمدند، ضمن اعلام مراتب همدردی ملت و دولت ایران به دولت و ملت لبنان، در همون جلسه نماینده رسمی و تام الاختیار خودشون رو معرفی کردند و هدف تشکیل این هیئت کمک در بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تموز 2006. شاطری در فوریه 2013 در سوریه به قتل رسید. شاطری برای بازسازی و خرابی‌های لبنان با در اختیار داشتن بودجه نامحدود با گشاده دستی مشغول به کار شد. شهید خیلی عجیب بود. تأکید داشت بهترین نوع قیر، بهترین نوع، حتی اونجا اصلا به صورت خودکفایی چندین کارخونه اسفالت رو در واقع زد، کارخونه سنگ‌شکن زد. الان خود لبنانی ها اعتراف میکنن جاده هایی که توسط هیئت بازسازی ایران ساخته شده با بالاترین استانداردهای بین المللی و اروپایی ساخته شده. با هم بخش هایی از گزارش تلویزیون رژیم درباره بازسازی لبنان با پول مردم ایران را نگاه کنید. بازسازی خرابی جنگی که خود رژیم مسئول شروع آن بود. بازسازی مدارس، بازسازی مساجد و مراکز عبادی، بازسازی مراکز درمانی و صحی، بازسازی طرقات به شکل عام، طرقات رئیسی و طرقات فرعی، بازسازی جسور، او جسور رئیسی و جسور فرعی و بازسازی کهربا، بازسازی بنیه تحتیه، کمک به بلدیات در مناطق مختلف که خسارت‌های زیادی رو متحمل شده بودند. وقتی که ما در کمتر از دو هفته 73 روستا رو فقط مشکل برقشون حل کردیم. یه منطقه سنی نشینه، فلسطینی نشینه. ما کار کردیم، براشون جاده زدیم. کارهای تسهیل زیربناشون رو انجام دادیم، برقشون رو حل کردیم، خسارت ناشی از جنگشون رو دوودی رفتیم جبران کردیم. گفت که ما در 9 اکتبر 2006 مدارس لبنانی بازگشایی میشه و الان من نگران این هستم که مدارس ما اگر باز بشه بیش از 300 مدرسه ما تخریب شده، نمیدونیم به چه شکلی بهشون برسه. که ما همونجا با ایشون توافق کردیم و کار اجرایمون رو شروع کردیم. در 9 اکتبر دعوت کردیم از ایشون بیاد برای افتتاح 45 مدرسه بازسازی شده توسط جمهوری اسلامی، یعنی به فاصله 45 روز در زاهیه جنوب. به آمار بخشی از کارهای انجام شده توسط شاطری نگاه کنیم. رابطه با فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی از سال آب 2006 تا ایلول 2010 انجام داده، مجموعاً 2280 پروژه رو جمهوری اسلامی داشته که شامل 141 مرکز آموزشی، 73 مرکز عبادی، 19 مرکز درمانی، 20 نزدیک 20 پل اصلی، 189 پل فرعی، 4 پل عابر پیاده، 110 مشروع برق، 494 مشروع بلدیات، 26 راه اصلی، 833 راه فرعی و 42 پروژه تجمیلی. اینا مجموع مشاریعتی ایرانی بودن و 13439 پروژه هم جمهوری اسلامی متولی تأمین خسارت ها به افرادش بوده که شامل 3035
پرداخت خسارت خودرو، 2200 خسارت احشام و 8000 مورد خسارت زمین‌های زراعی در مناطق مختلف، بدون در نظر گرفتن مناطق شیعی، سنی، مسیحی یا دروزی یا مثلا جماعت خاص. جماعت خاص به شکل مستقیم هر جایی که خسارت دیده بوده ناشی از جنگ سسر بوده، وظیفه الهی و انسانی خودش بوده که انجام داده. اینجا زاهیه حومه شیعه نشین جنوب بیروت است. کمتر از 7 سال پیش زاهیه در چنین حال و روزی بود، اما اکنون نه در زاهیه و نه هیچ کجای دیگر لبنان ویرانه ای از جنگ 7 سال پیش نمانده، حاصل تلاش ایران. نحن مر علينا كثير حروب بلبنان. جنگ های زیادی تو لبنان از سر ما گذشت و کسی هم از ما حمایت نکرد. دولت ما برامون هیچ کاری نکرد. این همه مردم بی خانمان و آواره کشورهای دیگه شدن، اما خدا رو شکر وضعیت ما از قبل بهتر شده. به خونه هامون برگشتیم. این خونه ها و خیابون های جدید از قبلی ها خیلی بهتره. چیزهایی داریم که قبلا نمیتونستیم داشته باشیم. اینها همه از کمک ایرانه، کمک مادی و کمک معنوی. فقط ایران پشت سر ما ایستاد. اگه کمک ایران نبود، ما هنوز از این خونه به اون خونه آواره و اجاره نشین بودیم. ایران حتی اجاره خونه ما رو هم میداد و لوازم زندگی ما رو مهیا میکرد. وقتی یکی از چهره‌های نظامی در سوریه کشته شد، من سراغ آقای شیخ الاسلام رفتم تا علت کشته شدن این فرمانده نظامی رو جویا بشم. آقای شیخ الاسلام برای دفاع از علت حضور این فرمانده نظامی در سوریه و لبنان به مسئله بازسازی لبنان توسط مسئولان جمهوری اسلامی اشاره کرد. ایشون مسئول بازسازی لبنان بود، ولی مشکار اصلیشون این بود که وقتی اسرائیل زاهیه رو با خاک یکسان کرد، آمد و با توانایی‌های جمهوری اسلامی ایران، الان شما تشریف ببرید زاهیه، زاهیه مثل یکی از جاهای اروپایی شده، بازسازی کرد زاهیه رو. تمام ساختمان‌ها اصلا با خاک یکسان شده بود، همه رو از نو ساختن، اونم با فرهنگ لبنانی ها. خانم من نمیدونم شما فرهنگ آشنا هستین یا نه، مثلا فرض کنید که دو تا خانواده اصرار داشت، میگفت ببین پنجره اون خانواده، پنجره آشپزخونهش مقابل پنجره من بود، من هر وقت میخواستم آشپزی کنم اونم سر زور با هم دیگه صحبت میکرد. نتیجه گشاده دستی و صرف میلیاردها دلار از جیب مردم ایران برای بازسازی لبنان نیز کاملا روشن است. من فکر نمی کنم هیچ کس به این اندازه توانسته تبلیغ مذهب کند. اون وقت شما باید میرفتین جنوب لبنان میدیدید مسیحی ها برای کمتر شهیدی میآیند در کلیساهای خودشون در مناطق خودشون مجلس بگیرن. تمام مذاهب و ادیانی که در جنوب وجود داشتن برای شهید شاطری مراسم گرفتن. یعنی بدون در نظر گرفتن اینی که این شیعه است، این مسلمونه، ببینید ما اقدامات کردیم و کار کردیم چه تبعات و تاثیراتی رو مردم اونجا داشته، انقلاب رو چه جوری شناختن. یعنی وقتی که پیش جریان‌هایی که دیده اونها نسبت به مقاومت و جمهوری اسلامی ایران دیدی کاملا موافق هم نبود، وقتی می رفتیم اقداماتی که در وسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت و این ستاد بازسازی و این شهید عزیز خیلی تأثیر داشت در جهت گسترش وقت. یعنی خیلی، یعنی یک کمک قوی بود برای ما که وقتی تبیین می کردیم اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی رو، بعد می خواستیم مصداقی بگیم، ما اقدام مصداقشون کاری که الان ستاد بازسازی انجام داد. به اظهارات یکی از مسئولین حزب الله گوش کنیم که به دستور خامنه‌ای برای اختصاص بودجه برای بازسازی لبنان اشاره می‌کند. اما المال الذي ياتي الى حزب الله s'agissant de l'argent qui parvient directement au Hezbollah, il nous arrive dans le cadre d'une disposition particulière de la loi coranique que nous appelons le khams dans la communauté chiite. Dans la situation actuelle, la direction religieuse des chiites représentée par l'ayatollah Khamenei, non pas en tant que chef d'État iranien mais comme leader des chiites à travers le monde, a réservé une grande partie de l'argent que les croyants lui donnent pour la reconstruction du Liban. خرج چو از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود. یعنی برای رژیم خرج کردن از جیب مردم ایران هیچ مسئله نیست. حال باید پرسید به چه دلیل باید پول مردم ایران خرج لبنان و حزب الله شود و مردم ایران در فقر و فلاکت به سر ببرند. پاسخ به این سوال را خامنه ای داده است. اولین درسی که انقلاب اسلامی و نظام مبارک جمهوری اسلامی به ما داد این بود که ما نگاهمون را از
حصار و چهار دیواری ملت ایران منعطف کنیم به عرصه وسیع امت اسلامی. درست است که کشور ایران در زیر فشار استبداد و استعمار در دوران طاغوت به جان آمده بود و له می شد و باید نجات داده می شد، اما فشار اساسی، تهاجم اساسی، تهاجم تاریخی به امت اسلام بود، امت بزرگ اسلامی که در یکی از حساس ترین نقاط جغرافیایی عالم استقرار داشته است، بر اثر دخالت قدرت های بزرگ، طمع ورزی دولت های بزرگ و مقتدر، تجاوز و تعدی استکبار در طول چند قرن دچار ضعف، انکسار، عقب ماندگی، استعمار زدگی، فقر، دچار چنین بلیات سختی بود. انقلاب اسلامی نگاهش به برداشتن دست ظالم و متجاوز استکبار از روی سر امت اسلامی و از زندگی امت اسلامی بود. بگرد که یال المسلمین، ما موظفیم که به درد اونا برسیم. اولی میتونیم، کسی که یک مسلمی فریاد زد که به داد ما برسید و نرد سراغش، فکر او نباشد. چون مردم لبنان مردم عزیزی هند، مردم ستم دیدند، مردم رنج دیدند، مردمی هستند که ایستادگی کردند، مقاومت کردند در مقابل قلدوری ها و زورگویی های استکبار جهانی از طرف رژیم پوشالی صهیونیسم، هیچ وقت عرصه رو خالی نکردند. لذا این مردم عزیزند، این مردم محترمند، این مردم قابل احترامند. لذا اگر ما شعار خودمون رو نوشتیم فی خدمت شعب لبنانی، این رو برای تبلیغ ننوشتیم، برای اعلام ننوشتیم. ما این رو اون مکنونات قلبی خودمون هست که اعلام کردیم، چون واقعا این مردم در خور احترامن، در خور شأن و کرامتن. مایه افتخار ماست که با همه اون چی که از دستمون برمیاد در خدمت مردم، ارتش، دولت و مقاومت لبنان باشیم، برای رویارویی با ستمگران و اشغالگران. میدونید که در تمام برگه های رسمی سفارتخانه‌های ایران نوشته به امید پیروزی مظلومان و مستضعفان بر مستکبران. خیال میکنم که فیلم بسیار جامعی بود. راجع به لبنان و کارهایی رو که جمهوری اسلامی در لبنان کرده قبلا هم در فیلم‌های کوتاه یا خبرهای دیدیم، اما خیال میکنم که این فیلم جامع‌ترین فیلمی بود که میشد در این باره ساخت. آقای حسن دایی عزیز، خسته نباشید. و یک نکته بگم خدمتون که یه نفر دوستان تلفن کرد و این فیلم بارها پخش شده، خدمتون بگم که این فیلم رو تا به تازگی ساختن آقای حسن دایی. و چه موقع این ساختن آقای دایی؟ بکنم یه دو سه هفته است. دو سه هفته است ساخته شده. بنابراین این که فرمودن که بارها سالهاست که داره پخش میشه، به خاطر این کارهاییست که این جمهوری اسلامی در نقاط دیگه میکنه، هر موقع که پخش میشه فکر میکنن. خسته نباشین، بسیار خوب بود. به قول شما، خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم تایی شدن آسان بود. چند نکته درش داشتم نگاه میکردم، موقع خامنه‌ای میگفت زمان طاغوت چه بلایی سر مردم آمده. و خودش گاهی اوقات با خودم فکر میکنم که بعضی ها چطور جرأت گفتن یک همچین دروغهایی رو دارن. و همینطور گفتش که مردم لبنان بسیار مردم عزیزی هستن. من نمیدونم، مگر مردم ایران مردم عزیزی نیستن که باید بیمارستان داشته باشن، باید بسیاری روستاها آباد بشه؟ که اون میگه ما در عرض چند روز روستاها رو آباد کردیم و جاده و غیره. بفرمید آقای دایی عزیز. بله بفرمید، خواهش میکنم. بله، نه درست میفهمید. واقع نمیدونم کجاش رو باید بیشتر گفت، ولی واقعش اینه که آنچه مهمه در این گزارش
حالا اون گزارش بخش اولش هم که در مورد تشکیل خود حزب الله اینه که اصلا نگاه این دولت مردان جمهوری اسلامی چیزی به نام مردم ایران و منافع مردم ایران نیست. خود خامنه‌ای میگه، میگه درسی که انقلاب مبارک به ما داد این بود که ما نگاهمان را از حصار و چارچوب تنگ مردم ایران ببریم به امت اسلامی و سردر سربرگ همه سفارتخونه ها هم نوشته برخواهاش که پیروزی مستضعفین و مستکبرین عالم. یعنی اصلا مردم ایران محلی از اعراب ندارن. چرا باید الان 4 سال موقعی که اینا الان چند ماهه 3 ماهه 2 ماهه سازش هسته‌ای کردن، توی این 4-5 سال گذشته یک کارزار بزرگی لابی های اینا راه انداخته بودن که آقا کمبود دارو و درمان در ایران به خاطر تحریمه، به خاطر آمریکاست. حالا شما فکر کنید الان تموم شد دیگه، حالا ببینید 3 ماه دیگه 2 ماه دیگه تحریم ها برداشته میشه، گرچه هیچ وقت تحریم برای دارو هیچ وقت نبوده. ببینید چطور آخه اینا در لبنان آخه کدوم دولت مردی در جهان هست که مردم خودش از بیداری چاره جز مردن نداشته باشن، انتخاب مرگ نداشته باشن. وقتی که یه نفر بیمار سرطانیه میرن بهش میگن بعد 20 میلیون 30 میلیون خرج شیمی درمانیت میشه و نداره، بعد داره حرم امام رضا طلب شفا کنه یا آماده مرگ بشه، آخه اینو ببینه یه دولت مردی بعد بره برای لبنان و یمن و عراق خرج بکنه؟ آخه اینو به کی باید بره بگه آدم؟ واقعا باید دفاع میکنن ازش. شما فرمودید که تعجبه که خامنه‌ای میاد یه همچین دروغایی میگه. تعجب آمیزتر اینه که در خارج کشور یه ده با فکل و کروات در دنیای آگاهی در عصر اینترنت و فیسبوک و توییتر میان همین دروغا رو میگن، رنگ و لعاب بهش میدن، سعی میکنن مردم رو و خارجی ها رو فریب بدن. بنابراین قصد ما هم چه من چه شما اینی که ما واقعا جلوی این فریب ها و جلوی این دروغ ها رو بگیریم تا مردم ایران آگاه بشن. ممنونم از لطف و محبتتون. البته یک نکته رو بگم خدمتون که دروغ گفتن برای بزرگان جمهوری اسلامی خیلی راحته. همین چند روز پیش آمدن گفتن ما حتی یک نفر رو هم در سوریه نداریم که به جنگه، بعد خبر از کشته شدن سرداراشون میدن. تا حالا خب این سردارا چیکار میکردن اونجا؟ به هر حال سردار که تک و تنها نمیره اینها. بیا بعد در بسیاری از مواقع دروغ گفتن خیلی راحته براشون و میبینیم. خب آقای دایی عزیز، اجازه بدید از وجودتون استفاده بکنم در این موقعی که شما رو داریم صحبت بکنیم در اطراف این چند روزی که داشتیم به مجلس شورای اسلامی نگاه میکردیم که این برجام، اولا چرا اسم شده برجام؟ ما میگیم برجام، به هر حال این برجام رو که روش این همه صحبت کرده بودن و حتی 200 ایراد بهش گرفته بودن که اگر این 200 ایراد رو فقط میخواستن بخونن روی تریبون مجلس شاید ساعتا طول میکشید، بلافاصله در عرض 20 دقیقه همه چی رو تصویب کردن و تمام شده رفت. شما نظرتون چیه؟ بله ارتون، خب برجام یعنی برنامه جامع اقدام مشترک. بله. مثلا کردن همون به اصطلاح اسمی رو که در خارج گذاشتن روی اون توافق یا تعهد، اون رو ترجمه کردن. اما واقعش اینه که عرض کردم اول برنامه همه چیز این جمهوری اسلامی بیشتر من نمیدونم این فیلم های سورئالیستی، این فیلم های فدریکو فلینی بود، ما که جوان بودیم میدیدیم آدم واقعا باور نکنه، نمیدونست در تخیل در واقعیت، یا این فیلم های کارتون بود ما قدیم ما میدیدیم، مثلا اسب سواری داشت میرفت گرد و غبار میشد، بعد یه دفعه گرد و غبار میرفت میدیدیم که اسب سوار آدم است داره میره. اصلا توی جمهوری اسلامی شما ببینید همون جمله‌ای که اولش من از قول مشاور عالی سازمان محیط زیست گفتم که 15 سال دیگه ما آب نداریم. خب آقا پس شما چیکاره ای؟ شما خود مسئولی، چرا به ما داری اعلام خطر میکنی؟ شما رو گوشتن یک کاری بکنی، چرا هیچ کاری نمیکنی؟ 4 تا از وزرای دولت، وزرای اقتصادی و وزیر دفاع، 3 تا وزیر مربوط به اقتصاد و وزیر دفاع نامه نوشتن به رئیس جمهور، نامه سرگشاده.
مگه شما کابینه ندارین که تو دولت به هم دیگه بگین که آقا وضع اقتصادی خراب و رکود و یه کاری بکنید؟ حکایتش هم همین مجلسی که شما میفرمایید. اولا که خب مجلس که نیستش که، اینا آدمای خودشونن که 36 ساله یا کمیته چی بودن یا پاسدار بودن یا بسیجی و چماکش و شکنجهگر و سردار سپاه پاسداران بودن، اینا رو فرستادن تو مجلس چی باشتن؟ مجلس که دکان است. ولی از اونجایی که این حکومت مثل ملوک و طوائفی، حکومت ولایت فقیه همینه، یه ولی فقیه اون بالاست با 400 500 تا باند و دسته و مافیاهای مختلف، این سعی میکنه روابط بین اینا رو تنظیم کنه. بنابراین از یه طرف وزیر خارجه اینها با رئیس جمهورشون رفتن یه سازش هسته‌ای کردن که بدون اجازه خامنه‌ای که نمیتونه این کار بکنن، که شورای امنیت ملی خود این حکومت هم گفته خوبه، حالا برای نمایش فرستادن به مجلس، یه عده پیدا شدن مخالفت میکنن، یه عده طرفداری میکنن، خامنه‌ای هم میگه من نظری ندارم. آخه دیگه خنده داده از اینه که راجع به همه چی آقا نظر میده، هفته یه بار راجع به هر چیزی اظهار نظر میکنه، راجع به یکی میگه نظر ندارم، که اینا تو سعی کردن هم بدانن که پس فردا اگه به هم خورد سازش هسته‌ای، خامنه‌ای بتونه ازش دره، بگه من که نکردم، مگه موافقت نکردم که. ببینید این مملکت اینه، هیچ کاری پیش نمیره، یعنی یک عده مافیا و اون بالا معلوم نیست چه کسی تصمیم میگیره، چه تصمیماتی پشت پرده گرفتن برای این برنامه. واقعش اصلا خنده داره که توی مجلسی که اسم گذاشتن مجلس، شوخی میخوان با هم بکنن، تازه گفته شوخی، فرداش اومده گفته شوخی نبوده جدی بوده، که یک نماینده به رئیس سازمان انرژی هسته‌ای بگه تو رو میذاریم توی کوره همون راکتور آب سنگین عراق، روت هم سیمان می‌ریزیم. ببینید شما هیچ دنیا همچین چیزی هست؟ این حکومته از صفحه مردم بره خرج یکی دیگه میکنه، تو یه چیزی هم اسم گذاشته مجلس که معلوم نیم کیا توش هستن، این رفتار رو با هم میکنن، گریه میکنن، تو سر هم میگن، ناسزا میگن، میگه میکشیمت، بعد قش میکنه میره بیمارستان، اون یکی میره عیادتش. اصلا واقعا میگم آدم نمیده سورئالیستی تخیلی یا واقعیه. ممنونم از لطف و محبتتون، اجازه بدین که بدن بشون. بازرتون ارز کنم که یک سنت ویژه‌ای شده در تلویزیون ها موقعی که کسانی زنگ میزنن که میخوان صحبت بکنن و خدا به هر حال حرفاشون زیاده، آنچنان زیاده که مقدار زیادی وقت تلویزیون رو میگیرن، و بنابراین من همیشه خواهش میکنم که خیلی کوتاه صحبت بکنن که بتونیم با تعداد بیشتری صحبت بکنیم. با اولین خط صحبت میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید. جناب کاظم، من رعایت این نصیحت شما رو حتما خواهم کرد. خواهش. اولا تبریک میگم به شما به عنوان مدیر تلویزیون اندیشه، به یه دلیل. خواهش. به این دلیل که وقت و ثانیه های با ارزش این تلویزیون رو بی خودی حروم نمی کنید، و آنچه به عنوان این که رئیس اونجا هستین یا کارگردان یا برنامه ساز. مرسی. بنده در اینجا از طرف ملت ایران و همینطور خودم، اونایی که شانس ندارن با آقای دایی تبریک بگن، بنده علاوه بر تبریک سپاسگزاری میکنم از ایشون، و در ضمن یه آرزو دارم برای اینکه برای ملت ایران که شاید رئیس CIA اینقدر غیرت داشته باشه که نقشی که یه جنرال اسلامی پیدا کرد، چون اینا جنگو به وجود آوردن، لبنان که با اسرائیل کاری نداشت، عذاب وجدان این اینا باعث شد که این کمک رو به لبنانیا بکنن. من آرزو دارم که مامورای CIA و مخصوصا رئیسشون و تمام سناتورهایی که پشت CIA وایستادن، اینا یه عذاب وجدان رو بگیرن، بیان ایران ما رو درست کنن. در ضمن میخواستم به شما، به هر دوی شما یه خبر خوشی بدم. بنده داکیومنتری خیلی اساسی در حال درست کردن دارم در دستم برای جنگ زده های امریکا، ویترن، و صحبت طرف مقابل بنده آقای جورج میلره، بی نهایت زیر سوال کشیدمش و دیگه در واقع براش پیش ملت آمریکا آبرویی نذاشتم، ولی انشالله همین روزا شاهد دیدنش خواهید بود.
سپاسگزارم از این زحماتی که برای ملت ایران میکشید. ممنونم از لطف و محبتتون، امیدوارم که دکومنتری شما رو هم ببینیم و درباره اش صحبت کنیم. ممنونم. سپاسگزارم. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. حالا سلام عرض میکنم. سلام از منه، بفرمایید. خدمت شما و خدمت جناب آقای دایی، برنامه بسیار بسیار جالبی و متشکریم از اینکه شما اینقدر زحمت میکشید. هر شب خدمت جناب عالی، واقعا قبول میتونیم بکنیم که هموطنهای ما در کوچه و خیابون در کارتون میخوابن و در لبنان و جاهای دیگه براشون ساختمان و این تشکیلات رو درست میکنن. این واقعا باعث تأسفه. خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، بعد برنامه روی خط امریکا رو گوش میدادم، خانمی از ایران تلفن زدن، بانوی محسن، شوهر ایشون 25 سال زندانه، ایشون دوتا بچه کوچیک داشته بزرگ کرده و وسخ این دوتا بچه نمیرسیده برای مادری که از کار افتاده بتونن یه جای معین خوبی داشته باشه. بالاخره یه اتاق برای این خانم میگیرن و بعدن این خانم به وسیله دوستشون میاد روی خط صدای امریکا. تنها چیزی که میخواست، کمکی که میخواست، میگفت من آماده مردن هستم، پول کفن و دفن ندارم، اگه هر کسی داوطلب بشه من ممنون میشم. حالا شما مجسم بکنید که من ایرانی بشینم این برنامه رو ببینم، اون برنامه وایس آف امریکا رو ببینم و بازم ساکت باشم در امریکا. شب شما بخیر و متشکرم از لطف شما و جناب آقای دایی. تشکر از لطفتون. آقای دایی مطلبی دارین راجع به ایشون؟ اولا خیلی ممنون از هموطنان لطف دارم به من. ببینید، دردآوره، خیلی دردآوره، ولی اگر درد رو مردم ایران واقعا حس بکنن خیلی تأثیر میذاره بر رفتارش. ولی چیکار میکنن که این درد رو حس نکنن؟ توجیهش میکنن. توجیه مثلا که آقا با دشمنی با اسرائیل، دشمنی با آمریکا، یعنی در لفافه پیچیدن، توجیه کردن. اینها میان این درد رو توجیه میکنن، این که عجیب ما بردارین خرج یکی دیگه بکنیم. بنابراین خیلی ناراحتی داره دیدن این فیلم، ولی ناراحت کننده تر اینه که آدم بیاد در خارج ببینه که چه آدمهایی با چه توجیهاتی با چه استدلالایی میان این سیاستهای خارجی جمهوری اسلامی رو توجیه میکنن، ازش دفاع میکنن تحت عناوین مختلف، صلح طلبی، چرا اسرائیل بم داره ما نداریم، این اسرائیل بودی که فلان کرده، چرا عربستان با ما این کرده، یعنی توجیهات مختلف سر میکنن این درد و این رنج عظیم مردم ایران رو بپوشونن، نذارن تبدیل بشه به آگاهی و تبدیل بشه به عمل. این نکته بود که من خواستم اضافه کنم. ممنونم از لطفتون. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. دوست شما همچنین آقای دایی، من دانیال توفی هستم. من یه کوچولو بیشتر وقت میخوام. من در کنار نظریات آقای دایی توجه شما رو به این نقطه جلب میکنم که ببینید جمهوری اسلامی در کنار این دابق برجام داخل پرانتز جام زهر هسته‌ای، خب موقعی که اینا به لحاظ اتمی مجبور شدن عقب نشینی کنن همیشه پس پرده امتیاز میخوان. خب امتیازشون رو کجا میتونستن بگیرن؟ اینه که بتونن همین امتیازاتی تو منطقه داشته باشن. شما ببینید در جایی که حتی راجع به این قضیه که شما از آقای دایی میپرسید آقا چی شد به این زودی تصدیق شد در مجلس و بعدش هم شورای نگهبان، ببینید یک، علی خامنه ای داره ادای سیستم‌های دموکراسی رو در میاره، دو، این کاسه جام زهر داره دور میچرخونه. به این دلیل که آقا فقط من نبودم، یه دولت نبوده، مجلس هم باید یه جوره از این کاسه جام زهر بخوره، عمل جنتی شد شورای نگهبان هم جوره بخوره که بعدا اینا نتونن مثلا جلوی خامنه ای یا بخوان ادعا کنن آقا ما مخالف بودیم. اینه که کاسه زهر دور میچرخونه. دو نکته دیگهش، طرف مقابل ببینید مثلا امریکا یه پنجه به اضافه یک دو جا در حقیقت، چون ما میدونن که این حکومت ملک و طوایفی یا در حقیقت سیستم موازیه نمیدونم ولی فقیه جمهوری اینا ممکنه بعدا در به در بیارن، احتمالا پشت پرده خواستن که آقا هم رهبر هم مجلس هم شورای نگهبان هم دولت همه یکی امضا بزنن پایین توافق که بعدا مثلا به هر دلیل جمهوری اسلامی احتمال دب به در آوردنش کمتر باشه و اگه دب به در آورد
امریکایی‌ها یا کسان دیگه بتونن سریع‌تر مثلا بتونن درباره اینا اون واکنش ها رو نشون بدن. ممنونم از نظرتون. بسیار آقای کادر سیستم اجازه بدید من چیکار کنم؟ بفرمایید. اوکی. ببینید همون جور که حالا تازه همون جور که این جمع ذره میخورن در جایی که طرف میگم ما فقط راجع به اتم مذاکره کردیم اینجوری نیست. طرف معامله اینا بزرگترین شاهر و بابام بوده که توی عراق تا ته معامله رو به جمهوری اسلامی سال 2010 رفت، مردم عراق به هیچ و پوچ به جمهوری اسلامی فروخت. نوری المالکی اجازه داد دوباره شبه کودتا بکنه. اینه که الان دوباره کجا تو دنبال امتیاز جمهوری اسلامی بتونه یه جوری اسد و حداقل مثلا برای یه مدت نگه داره. اینه که پس پرده معامله است آقا، همزمان با توافق به اصطلاح جام زهر اتمی توافق شده آقای اوباما طرف معامله است، پوتین هم است. اینا بتونن تو سوریه دوباره مثلا بخشی از سوریه رو حالا اونجایی که بشار اسد حکومت میکنه یه مقدار مثلا بهش اضافه کنن یا حتی اون گروه های. چون ببینید بیشتر رژیم اسد از طرف ارتش آزادی بخش اوناست که با اونا در حال جنگه. داعش مناطق دیگه ای اکثرا برای خودش کرده بود، کمتری خط مشترک رو با بشار اسد داشت. همین موقعی بشار اسد و جمهوری اسلامی و حافظ اسد نمیدونم اون مزدوران عراقی اینا اصلا همسو شدن با بشار اسد برای به اصطلاح ارتش آزادی بخش سوریه. وضعیتی که واقعا یه مقادم میبینه سگ صاحبشو نمیشناسه این بخش از معامله است. اون برای قضیه رو حساب بکنید. آقای اوباما بسیار با این جمهوری اسلامی ظرف این چهار سال معامله کرده، الان هم بر صورت جمهوری اسلامی دنبال امتیاز به ما باید حواسمون جمع باشه. در کنار این من آقای دایی و شما و نمیدونم چهار سال پهلوی اون یکی مجاهدین همه آقا در از این شرایط بهتر میشه که جمهوری اسلامی در این وان افساد گیر افتاده؟ پس شما چه میخواین؟ حداقل سر یه اپوزیسیون نمیدونم سر یه پارلمان ترتیب یه چیزی به توافق برسید. من از آقای دایی سوال میکنم، آقای دایی ببینید تارف شما هر روز یا هر هفته چندین روز در تلویزیون هایی که حداقل بخششون بیشترشون هوادارش از رضا پهلوی هستن میایین مصاحبه میکنیم، ما از نظرتون استفاده میکنیم، ولی آیا هر روز دورش نرسیدیم؟ روز اون نرسیده شما مجاهدین شاید رضا پهلوی بقیه بشینیم دور هم دیگه؟ یعنی این جمهوری اسلامی، این علی خامنه، این شیطان هایی که شما توصیفشان میکنید به اونجا نرسیده که شما یه فکری بکنید؟ ممنونم از لطفتون، خیال میکنم که نظریاتتون شنیدیم. ببخشید برای اینکه تمام خطوطمون اشغاله و اگر یه نفر بخواد تمام وقت رو بگیره. به هر حال خیلی مطالب جالبی گفتن، ممنونم. نظری دارین آقای دایی عزیز؟ چند مطلب کوتاه. ببینید هموطن عزیز، این که توافق پشت پرده شده همینجوری که نمیشه گفت. حالا سوای این که ما میتونیم بحث بکنیم که شواهدی که هست نمیخونه با این که بگیم توافق شده، ولی یه اصل رو یادمون نره. آمریکای دموکراسیه، چیزی پنهان نمیمونه. میتونن 2 ماه یا 3 ماه پنهان کنن ماکسیموم، بیرون میزنه. خب مگه میشینه توافق کرده باشن با جمهوری اسلامی سر منطقه که من و شما خبر بشیم؟ هیچ خبرنگاری و مخالفین آقای اوباما و داخل کاسبی هیچ که خبر نشده بشه؟ خب که نمیشه که. بنابراین اینجور نیست. دومم این که این که جمهوری اسلامی داره به قول خودش تخت گاز تو منطقه میره، این که نشانه قدرت نیست. مگه اینا زمان احمدی نژاد تخت گاز نرفتن؟ چه در عراق چه در برنامه هسته‌ای. آخرش چی شد؟ آخرش اومدن همه چیز برنامه هسته‌ای رو اکثرش رو جمع کردن، جام زهرش رو سر کشیدن. جمهوری اسلامی که در من الان در سوریه داره نیرو میبره، بیشترم نیرو میبره، داره کشته میده، هی بیشتر خرج میکنه که در قایت چی گیر نمیاد، داره هی میره تو گرده. این فرار به جلوه، این آخرش باید یه جامعه زهر منطقهیه بدتر رو سر بکشه. داره سرنوشت خودش رو گره میزنه با تحولات منطقه، اونم تو سوریه که به هیچ جای پیروزی نداره. بنابراین من فکر نمی کنم که به اصطلاح سازشی در کار باشه و در پایان هم میبینیم هموطن قرار نیستش که حالا چون من و کی و همه گروه ها با هم نمیشینن این حداقلی هم که ما انجام میدیم و نشستیم اینجا داریم صحبت میکنیم، سعی میکنیم هموطنانمون که در زیر سانسور و اختناق هستن حداقل آگاهی رو تا اونجا که دست ما میرسه کمک بکنیم. اینم نکنیم که چون چی اتحادی نشده، ائتلاف بزرگی نشده، یعنی این کارم بیفایده است.
آخه اگه این اطلاع رسانی هم نباشه که اتوش اتفاقا همگرایی به وجود نمیاد. اصلا پایه این که بخواد چیز درستی شکل بگیره اینه که واقعیت ها رو آدم ببینه، آگاهی باشه. بنابراین یک قدم کوچیک، یک قدم خیلی کوچیکی ماها برمیداریم. من فکر کنم در همون حده ما ادعای بیشتر از اونم نداریم. ممنونم از لطف و محبتتون، بسیار زیبا توضیح دادید. بفرمید، خواهش میکنم. درود بر شما جناب کاردان گرامی. درود بر شما، بفرمید. اولا درود فراوان به جناب آقای دایی عزیز. آقای دایی باور کن ما دوستانی هستیم اینجا، ما وقتی پای صحبت های شما میشینیم و مبارزات شما رو در این چندین و چند سال پیگیری میکنیم، واقعا من به ایرانی بودن خودم، دوستان دیگرم همین نظره دارن، به ایرانی بودن خودم افتخار میکنم و به آقای کاردان از آقای کاردان تشکر میکنم که با دعوت از شما واقعا خیلی اعتبار به این تلویزیون میدم. آقای دایی گرامی، شما صحبت از مجلس شورای اسلامی میکنید، شما خاطرتون از چند سال پیش آیت الله مشکینی چند سال پیش فوت کردن در تلویزیون ایران، تلویزیون رژیم به اصطلاح، من خودم به چشم خودم و به گوش خودم سه بار اینو من شنیدم. ایشان فرمودن، آقای مرحوم آیت الله مشکینی، حتما شما در جریان هستید، در آقای کاردان هم حتما شنیدن یا دیدن، برات عرض می شود که ایشان گفتن که آقا ما تمام کسانی که داوطلب برای نماینده مجلس بودن و میخواستن وکیل بشن اسامیشون رو گرفتیم و تحقیق کردیم و لیستشون رو با تمام مشخصاتشون در لیست برد نوشتیم و بردیم خدمت حضرت امام زمان عج. و حتی گفت که من تو گوشم الان نیست که الان درم میشنمم، گفت حتی مش تلفن های اینا رو، شماره تلفن هاشونم به امام زمان، امام غایب دادیم و اینا تایید شدن، اینایی که حالا دیگه تایید شدن و رفتن تو مجلس نشستن. حالا صحبت از مجلس اسلامی یا مجلس شورای اسلامی هر چی که شده، آقا اصلا اینا به نظر من آقای دایی گرامی تماما یک چیز نیستم. من آدم بدبین و نگاتیوی نمیخوام باشم و نیستم، عرض میشود، ولی واقعا اینا یه عده‌ای هستن که در حمایتهایی میشن و از جاهایی و اینا رو کار گذاشتن. حالا یه سریشون در یونیفرم آخوندیه، یه سری هم با کراوات و خیلی شیک، چه در داخل ایران چه اینجا، لابیگری برای اینا میکنن. هدف به نظر من اینه که ما را غارت بکنن، ما را به خاک سیاه که نشوندن، شاید هم خدای نکرده زبانم رال بخوان هدف تجزیه و تقسیم ایران داشته باشن. امیدوارم بینندگان عزیز و ارجمند واقعا از شماها قدردانی بکنن و واقعا گوش بدن و یه مقدارم هم در خط همبستگی یا اتحاد کوشا باشیم. اینقدر این که آقا اون در اون موقع این کار کرده، این اونجوری بوده، اینجوری بوده، آقا تا ما همبستگی پیدا نکنیم، آقای دایی گرامی همین آش و همین کاسه است. شما ببینید با در مورد رژیم، شما میبینید آقای مصطفی پور محمدی که شما بهتر از من میدونید، چه عزیزانی که خود من 11 نفر از بهترین دوستانم و که استاد دانشگاه توشون بوده، لیسانس و فوق لیسانس هم بودن، این آقای پور محمدی که الان دادستان کل آقای روحانی هستش، در تابستان و پاییز 67 آقا هزاران نفر این آدم کشت، بیگناه بیگناه، چه بچه دختر بچه 13-14 ساله تا پیرمرد 77-8 ساله. جناب دایی گرامی، اون وقت این آقای روحانی میاد اینه میکنه دادستان، اون وقت مردم هم یه دلشون خوشه که این روحانی آمده این عوض رو، اما روزی نیست که چند نفر اینا اعدام نکنن، ساعتی شده دیگه، الان ساعتی حساب میکنیم. منظورم این که اینقدر صحبت از مجلس و اینا، این آقای رژیم بایستی همه به هم در همبستگی بگدا کنیم، با هر عقیده سیاسی، با هر تفکری که هست داریم، هر ایدولوژی که داریم، باید این رژیم تماما کلهم و تمام نهاداش از ایران محو و نابود بشه. ما طرفدار خشونت اینا نیستم، ولی به هر صورت هر طوری که میشه، اگر با مبارزه مدنی میشه اوکی، اگر نمیشه آقا باید قبل اینکه این مملکت ما به ملت ما بیشتر از این به پدگاه نابودی نزدیک بشه، باید یه کاری بکنم. قربون دارم جانم دادایی، اگه با من موافقید نظرتون رو بدید، اگر الله برنامه من برنامه شما را چه در
ایرانیان فروم زینا دوستانم میدونن تعریف میکنیم و درود بر شرفت که اینقدر قشنگ یک تنه اقلا مبارزه کردی و چقدر خوشحالیم که در تمام این مبارزه و این جنگ های ناعادلانه هم پیروز از آب دارم. مرسی قربون، تشکر از لطفتون. من خواهش کرده بودم کوتاه صحبت بکنیم. بفرمایید آقای دایی عزیز. خواهش می‌کنم. خیلی لطف دارن هموطنم، درست می‌فهمم، کاملا درسته و مطلبی ندارم اضافه. مرسی قربون. میریم خط بعدی. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید. بفرمایید خواهش. بفرمایید. الو سلام علیکم. سلام از منه، بفرمایید. الان که آقای دایی ضمن عرض سلام، من احترامی که برای شما قائلم به خاطر اون حس علاقمندیتون برای آزادی ملت و کشور و تو خصوص آزادی وطن، به عنوان یک فعال سیاسی، شخصیت سیاسی، بسیار بسیار احترام برای شما قائل هستم. ببینید آقای دایی، بعضی موقع اگر در سوال انتقادی میشه، خدا گواه منظور خاصی نیست، رفع ابهاماته. به هر حال سوال اول من اینه که این آقای رفیق حریری، در ترور رفیق حریری که سنگ بزرگی بود برای ارتباط رژیم جمهوری اسلامی و نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان، احتیاج به یه ابزار خاصی داشت که بتونه این سنگ و این سد رو از جلوی پای رژیم جمهوری اسلامی برداره. چی بهتر از بشار اسد؟ برای این خوشخدمتی بشار اسد، ملت ایران، کشور ایران، مملکت ایران میلیاردها میلیارد دلار هزینه داده فقط به خاطر یه خوشخدمتی آقای بشار اسد به جمهوری اسلامی. و ملت هم این موضوع رو میدونه، ولی خب ما نمیتونیم کاری بکنیم. ملت ایران نمیتونه در مقابل انقلاب مذهبی انقلاب بکنه. انقلاب مذهبی انقلابی که در مغز مردم نفوذ کرده، بایستی کار فرهنگی کرد، مردم ها خوشیار کرد تا بتون بر حریفی انقلاب مذهبی انقلاب کرد. ممنون، اجازه بفرمایید. آقای احمدی نژاد پخش شد، از کارهای تبلیغاتی و دعامات آقای احمدی نژاد بود، جمهوری اسلامی پخشش کرد. شما هم چند وقت پیش در تلویزیون پارس راجع به همین فیلم هم صحبت کردید. میخوام ببینم آیا در این فیلم شما چه نقشی داشتید در تهیه این فیلم؟ آیا گفتارتون فقط به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی، چون این فیلم نامات کمیته امداد بوده؟ اجازه بفرمایید که بهتون جواب بدن و خواهش کرده بودم کوتاه صحبت بکنید. بفرمایید عزیز. هموطن عزیز، این فیلم حزب الله، یعنی دو بخشش که نزدیک 40 دقیقه است، اگر یک بار دیگه هم نگاه بکنید، تو یوتیوب هم هست نگاه بکنید، لااقل در تهیه این فیلم 50 فیلم مختلف مورد استفاده قرار گرفت. یک قسمتیش که مال کمیته امداده، خود کمیته امدادم چند تا فیلمه، مال حزب الله ده ها فیلمه، مجموعاً شاید بیش از 300 فیلم مورد بازبینی قرار گرفته. اونایی که مورد اطمینان بوده، ازش جدا شده، ازش انتخاب شده، بخشیش مال کمیته بازسازی بوده، بخشی سخنان مسئول حزب الله بوده، بخشی سخنان همین سفیر جمهوری اسلامی بوده که همین الان در مکه مفقود شده، و اینا بود. اینها رو بر اثر اینها رو در کنار هم گذاشته شده تا هموطنان بتونن یک درک درستی از مخارج که جمهوری اسلامی میکنه در اونجا داشته باشن، در مورد مدارسی که حزب الله در لبنان داره. شاید میتونم بگم ده ها فیلم رو من از هم فرانسوی، هم انگلیسی، هم عربی اینا رو نگاه کردم، در مورد بیمارستانشون نگاه کردم تا آمار دقیقی باشه. حالا شما نمیپسندی یا قبلا بعضی چیزاشو شنیدی دیدی، جای خود داره. مگه شما نفرمودید که هموطن عزیز که بارها و بارها تلفن میزنید، همیشه غیر از انتقاد هم چیزی ندارید، ای بیام نداره، مگه شما نفرمودید که مردم ایران در گیر یک استبداد هستن و بعد آگاهی داد؟ خب این فیلم اگر یک مثقال برای آگاهی دادن کمک میکنه، به همون اندازه یک مثقال هم خوبه. بنده هیچ ادعایی ندارم، من که خودم پانشتم برم حزب الله تو لبنان فیلم بسازم. من شاید 250-300 فیلم مختلف رو در عرض چند ماه نگاه کردم، صدها گزارش رو خوندم، اینها رو کنار هم گذاشتم، با اینکه خودم حزب الله رو خوب میشناختم، ولی برای اینکه یک فیلم مستندی باشه که مورد استناد قرار بگیره، این رو
تهیه کردم. حالا به هر میزانی که شما فکر می‌کنید کمک به آگاهی میکنه خوبه. اگه تکراریه برای شما، حالا اب نداره. خب خیلی هموطنان ممکنه ندیدن. منم اشکال این قضیه چیه؟ که حالا من نقشی داشته باشم یا نداشته باشم. ممنونم از لطف و محبتتون. اجازه بدین که من به شخصه بهتون تبریک بگم برای این کار قشنگی که کردین. و خود من نشستم با دقت، برای من فرستاده بودید، بار سوم بود که داشتم نگاه میکردم و من میفهمم که چه زحمتی کشیدین برای که این صحنه ها رو با هم دیگه پیدا بکنید که بتونه پیامش رو برسونه. از دوستان خواهش کردم کوتاه صحبت بکنن، همه خطوطمون اشغاله. بفرمایید، خواهش میکنم. بله، امیدوارم گفتن در حال یکم هم عدالت رو رعایت کنید. من 10 دقیقه دیدم صحبت کردم. ممنون واقعا برنامه آگاهی دهندتون که حرف نداره، به خصوص جناب آقای دایی. من سوالی از جناب آقای دایی داشتم، واقعا توی ذهنم همینجوری میپره. به ما میگن لس آنجلسی ها، ایرانیای لس آنجلسی. نمیدونم آدمایی مثل منم هستن چون کشوری که 10-12 ساعت باید کار کنن در روز، کار سخت که زندگی فقط بتونن زنده باشن. برای خیلی اکثریت هم مثل من هستم، برای هموطنانی که از جاهای دیگه میگن لس آنجلسی ها، بقیه مردم هم که تو ایران هستن. جناب دایی، من فکر میکنم 37 سال گذشته، درسته درد ما بیشتر میشه اینا رو میبینیم، ولی آدم یا خطشو معلوم میکنه یا این ور خطه یا اون ور. اینجا هم درست میگن، آقای بنجامین از ایران بلند میشه میاد، جایی میبینن 10,000 نفر رفتن، ولی وقتی همبستگی با کشتار 67 میشه 100 نفر هم نمیان. تو ایران هم همینجوری میشن، از سریال های ترکی رو میبینن مردم. اینا درده و واقعا همه هم فکر میکنم در یه انتها به یه چیز میگن همبستگی، اتحاد اپوزیسیون. آقای اوباما بعد از اون تظاهرات الان دیگه واقعا رژیم داشت سرنگون میشد، یا اومد و این کار کرد و سازش، چون اپوزیسیون واقعی قوی نمیبینه، نمیشه در راه همبستگی کاری کرد، یا اپوزیسیون قوی به وجود آورد. سوال من اینه، بگوش بکنید، واقعا همه از خود خشتگی کنن، چپ و راست با هم اتحاد کنن. بفهمید، میگفتن نمیشه یک اپوزیسیون متحد و قوی درست کرد. میبخشین، برای اینکه من وقتم همش 10 دقیقه دیگه وقت دارم و دوست دارم که با تعداد زیادی از بینندگانمون صحبت بکنیم. ممنونم از لطفتون. بفرمید، خواهش میکنم. نه، مطلبی ندارم. ببینید هموطن، نباید زیاد از این منفی های دین و دید، در اینکه چند هزار نفر میرن برای کنسرت ولی برای یه برنامه سیاسی چند صد نفر میرن، اون چند صد نفر خیلی ارزش داره. آخه قرار نیست که تحولات نم تو خارج بعد از 36 سال که آدم ها اومدن انگیزه شون هم کم شده، بازم چند صد نفر میرن خیلی مهمه، خیلی خوبه، ولی در داخل اون چیزی که محرکه برای آدم ها همین بعض زندگی اسفبارشونه. این که میرن خب خیلی ها فیلم نگاه میکنن، این که دیدید که یک فضایی باز شد 7 سال پیش، میلیون ها نفر در خیابون ها بودن، برای ماها با این حکومت می جنگیدن، زندان ها پر بوده توی 30 چند سال. خب به تعداد کسایی که فیلم های ترکی و نمیدونم چی چیه خارجی میبینن که نیستش، که اینجور نیست که همیشه 70 میلیون آدم در حال مبارزن. بله، در این شرایط که فضا باز بشه، تغییر بخواد ایجاد بشه، امید ایجاد بشه، خواهید دید که میلیون ها میان. ولی اون چیز که تحول ایجاد میکنه همیشه اکثریت نیست، اقلیتی هستن که بیشتر فداکاری میکنن، انگیزه بیشتری دارن و نباید ناامید شد. ممنونم از لطف و محبتتون. بفرمید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای کاردان و آقای دایی. خواهش میکنم. من فکر میکنم که آقای دایی به تنهایی به اندازه یک سازمان زحمات خوشی کشیده و به تنهایی مبارزه کرده با جمهوری اسلامی، مثل یک شورای بزرگ، مثل یک سازمان و یک تشکیلات. واقعا این آسون نیست مبارزه کردن با یک دولت به تنهایی. و با توجه به اینکه این فیلمایی که آقای دایی تهیه کردن خب خیلی آگاهی دهنده هست، من خودم خیلی چیزها رو که متوجه شدم و چیزی هم میخواستم به این مورد آقای دایی که زحمت کشیدن اضافه بکنم، اینه که آقای خامنه ای در ایران هم کاری کرده، یعنی علاوه بر اینکه اون پولایی که در لبنان خرج کرده، برای همون مردان لبنانی هم اومده مشهد و قوم و شمال رو آماده کرده و دختران ایرانی رو در اختیار همین لبنانی ها میره و توی مشهد اصلا خیلی معروف شده. یعنی لبنانی ها وقتی که سوار تاکسی میشن اولین حرفی که میزنن
اینو در همون لبنان هم به اینا یاد دادن و به راهن تاکسی میگن که آقا خانم داری؟ این کار هم آقای خامنه‌ای درست کرده. سپاسگزاری هستم از آقای دایی و همچنین آقای کاردان. مرسی قربان. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. صداتون داره پخش. جانم بفرمایید. جانم ببخشید من چون آقای دایی حرفای منو کاملا تعریف کردن به خودم اجازه میدم یه بازیگه توضیح بدم. ببینید من نگفتم میتونم خواهش میکنم کوتاه سخته. اوکی. من نگفتم جمهوری اسلامی داره تخت گاز تهاجمی میره. گفتم در زمینه اتمی جام زهر خورده سعی میکنه در منطقه حداقل امتیازاتو بگیره، کما اینکه از یمن ریختنشون بیرون توطئه بارشو کشتن مکه با شکست مواجه شد. سفیر به اصطلاح وزیر خارجه عربستان دو دقیقه وقتم به ظریف نداد، اصلا داخل آدم حسابش نکرد. گفتم روی این حساب جمهوری اسلامی اومده از آقای اوباما تو سوریه حداقل امتیاز بگیره، نگفتم تخت گاز رفته. دو، وقتی که این به اصطلاح شما دارید میبینید همه تحولات رو دنبال میکنه راه دایی از شما بعیده و من چه گفتم جمهوری اسلامی تهاجمی شروع کرده، طرف دستپا هم یه موجودی هم که در حال مردنه بازم دستپا میزنه. در اون زمینه کنارش من دارم از شما سوال میکنم آقای دایی، افشاگری ها که ما میدونیم، ولی آیا شما میتونیم توضیح بدین که 70% افشاگری کنید توی مصاحبه ها که میایین 30% هم به ما بگید آقا شما کدوم تلاش رو برای اتحاد انجام دادید، با کیا انجام دادید و چه رو شکست مواجه شده، چه شما چه شاه رضا پهلوی چه مجاهدین چه بقیه. ببینید آقای دایی شما تظاهرات مجاهدین یه دونش هم نیست نمیکنید. ممنونم از تلفنتون. امیدوارم که آقای دایی اگر مسئله دارین شما. نه مطلبی ندارم. اوکی عزیزم قربون شما. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. فقط خواستم خدمت آقای دایی یه بار دیگه تشکر کنم برای زحمتی که کشتن و ایشون گفتن یه مثال، یعنی کاری که ایشون در عرض 3-4 ماه وقت گذاشته ادیت کرده این کارا رو کرده، من میخوام ببینم بقیه هم مثلاً ایشون هم فردا میشه مثل رضا پهلوی میان میگن چرا رضا پهلوی چون میدون نمیاد، ولی من از آقای دایی انتظار دارم که چه از شما تعریف میشه چه تکذیب بپرسید شما چی کار کردید. مگه آقای دایی پسرخاله پروردگاره؟ ایشون باید ما رو نجات داده؟ ایشون هم یه ایرونی مثل بقیه. همین قدم که این کار کردی خدا اون پدر مادرت بیامرزه. ممنونم از تو. خواهش میکنم. مرسی. بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم. مرسی. ممنون از برنامه. بسیار خوبتون. به قول معروف در درجه اول مردم نباید میکروفون دستون باشه. هیچ رعایت هیچ چیز نمیدیم. هممون میخواییم نظر بدیم. نظرهای بلند بدیم. فکر میکنن برای اطلاع ندارن. یکی بعدم میگن خلاهای خرچ لایق. آقا 37 ساله همینطور فقط در حد صحبت و هر جا هم که نظری میدن پیشنهادی میکنن ما حضور شما عرض کنم نظر خود اصلا گوش نمی کنیم، فقط نظر خودمون میدیم. الان بگن که آقا خلق الله یکی یه دلار به این تلویزیون کمک کنیم که بتونیم برنامه عالی بذاریم، هیچ کدوم از ما راضی نیستیم. پس چه انتظاری داریم؟ با فکر اطلاع فرمایش جناب آقای دایی کاملا درسته، مردم خلاصه اومدن بیرون اینها، بله، ولی دیگه کو ما خودمون در آمریکا هیچ کدوم با هیچ کدوم موافقت نداریم. یک دنیا ممنون از وقت. مرسی قربان. خواهش میکنم. محبت کردیم. مرسی. بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. درود بر شما. بفرمایید. درود بر جناب آقای دایی. متاسفانه ما ایرانی ها خیلی درشون خودشون به کاری انجام نمیدن هیچی. بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. خب بفرمید. بفرمید. خواهش میکنم. سلام از منه. بفرمید. اینجا کدا من الان متوجه این کارگزاری ها شدم. الو جانم بفرمید. متوجه چی شدیم؟ بله متوجه شدم که شما یه مقدار خیلی من نمیفهمم چه زبانی به شما بگم. یه نفر میاد سه بار میاد تو تلفن و شما بهش لا میدین.
دست من که فقط شما هستین کار میکنین. غیر ممکنه که من تا حالا تا سالهای زیادی الان این تلویزیون رو باشد به محض اینکه نفر دوم نفر اول دو بار بیاد بلا فاصله رد میکنه، میگه که شما فقط یک دفعه میتونیم بیاییم مثلا فرض کنیم ولی دو دقیقه ولی دیگه بعدش نه. ولی شما متاسفانه من نمیدونم با چه اندیشه اینجا داریم برنامه اجرا میکنیم. عزیزم وقتی که همچی برنامه شد شما وظیفتون اینه که برگردیم بهشون بگیم که آقا زود دفعه دوم نیاد تو برنامه، حالا از آقای دایی تو بدت میاد خوشت میاد ما اینا شبه کار نداریم. چشمی کار میکنیم اجازه دفعه دوم ندیم لطفا. آقا دفعه دوم دیگه تشریف نیارین تو برنامه. ببینید من بغل این تلفن یک سری چراغ میبینم که روشنه، من نمیدونم که کسی بار اول یا دوم یا سومه و بعد از این که لطف میکنن روی خط میان، شاید من صدا رو به درستی تشخیص ندم و تردید داشته باشم که ایشون قبلا آمدن یا نیامدن. به هر حال چشم رعایت میکنم و چون فقط 3 دقیقه وقت داریم دیگه خطی رو نمیگیرم و از آقای دایی خواهش میکنم که توضیحاتی دیگه اگر دارن با کمال میل گوش میکنم و امیدوارم صحبتایی رو که بینندگانمون میکنن. من نمیخوام اظهار نظر بکنم ولی هر کسی از ظن خود شد یار من، همیشه با نگاه خودشون و نظر خودشون خیلی ها رو، شما رو نمیگم آقا خانمایی که روی خط هستین، دوست دارن که مهمان منم مطابق اونها فکر بکنه. نمیدونم این از نظر روانشناسی باید از خانم فرنودی سوال کنم که دقیقاً این تشخیصی که من میدم درسته یا غلطه. قصد ندارم راجع به شخص ویژه‌ای صحبت بکنم. نظر شما چی آقای دایی عزیز؟ خواهشم نه مسئله این نیست. من چیزی که برای من یه مقدار مهمه اینه که بالاخره ببینید این تلویزیون، ما مگه چند تا تلویزیون داریم که به ایران پخش میشه؟ حالا چند تا تلویزیون دولتی ما داریم، خب جهت‌گیری سیاسی خودشونو دارن، نمیشه هر حرفی توش زد. بالاخره محدودیتایی هست. به غیر از اون چند تا دونه به تعداد یکی از دستا، انگشتان یکی از دستا شاید تلویزیونی بشه که به ایران میگه. یکیش هم اندیشه است که خب هموطنان در ایران میبینن. بنابراین هموطنان که روی خط میان این وقت نه برای من، برای هموطنان داخل ارزش داره. بالاخره مطالبی گفته بشه که به درد هموطنان داخل میخوره. حالا من کی هستم؟ حالا گریبان منو میخواید بگیرید بیاد بعداً یه جور دیگه بگیرید. یه چیزی باشه که به درد مردم بخوره، که واقعا مردمی که گیری همچه حکومتی افتادن و ما یه جوری کمک بکنیم و حرفایی که میزنیم مخاطبمون داخل باشه. بیشتر به نظر من هدف رو این قرار بدیم. ممنونم از لطف و محبتتون. اجازه بدین که من یه نکته نظر خودم رو بگم. من فیلمتون رو بارها دیدم و اجازه بدین که تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شما به خاطر این وقتی که گذاشتید برای تولید این فیلم. برای اینکه من میدونم که کار بسیار مشکلی است که نظریات مختلف و فیلم‌های مختلف رو، یادتون باشه که شما نساختین اون صحنه‌ها رو، این صحنه ها رو باید پیدا بکنید و بتونید با همدیگه ادیت کنید، با همدیگه جورش بکنید. اینطور نیست که شما مثلا فرض بکنید که ببخشید آقای دایی تو کار شما دخالت میکنم، که شما یک سناریو نوشته باشین و بر حساس این فیلمنامه‌ای که نوشتید برین صحنه هایی رو فیلم برداری بکنید، یا یه دوربین به لبنان بفرستین، یا بفرستین یک دوربین که در اون بیمارستان مصاحبه بکنه، یا احتمالاً اون سردار جمهوری اسلامی جلوی دوربین شما بشینه صحبت بکنه و اینها. نه، این کاری رو که شما کردید کاریست کارستان و برایش احترام ویژه قائلم و بهتون تبریک میگم. خواهش کنم. من یه نکته اضافه کنم قبل از اینکه میدم وقت کمه. ببینید برای همین نکته که فقط توی این فیلم من نشون دادم کوتاه که رفیق حریری رو جمهوری حزب الله کشت، باور کنید که شاید میتونم بگم یک هفته گزارشات متعدد من جمله دقیق کیفرخواست دادگاه بین‌المللی رو که در این مورد تحقیق میکنه و داستان استرالیاییش رو به دقت خوندم، گزارشات مختلف خوندم تا کاملا اطمینان پیدا بکنم که جمهوری اسلامی بوده، حزب الله بوده، که یه وقت بی خودی درش گفته نشده باشه. بنابراین به همین اندازه هم من فکر میکنم ارزش اینو داشته باشه که بتونه آگاهی برسونه به ملت. به همین
میزان، بیشتر از اون هم نه. ممنونم علی تو محبتتون، بهتون تبریک میگم، امیدوارم قسمت اولش هم بتونیم هفته آینده با هم نگاه بکنیم، با صحبت بکنیم. هر موقع که میاید من از شما میآموزم و ممنونم که مهمان عزیز برنامه ما هستید. لطف دارید آقای کردو. خواهش میکنم. با درود بسیار به بینندگان عزیزمون، تشکر از آقای پیمان در اتاق کنترل و تشکر مجدد از آقای حسن دایی. شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم، به امید آزادی ایران، به امید مهربانی، به امید اون چیزهایی که ته قلبمون هست. متشکرم.